جمشید فاروقی روزنامه‌نگار از کلن و احمد علوی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم. آقای فاروقی، درخواست بایدن و زلنسکی از کشورهای تولید کننده انرژی برای افزایش میزان تولیدشون، فکر می‌کنین چقدر تاثیرگذار باشه روی این کشورها و میزان تولید رو افزایش بدن در سطحی که خواسته شده؟ با عرض سلام خدمت شما و آقای علوی و بینندگان محترمتون، ببینید باید این موضوع رو در دو بازه زمانی نگاه کرد. در بازه زمانی کوتاه مدت، خب امکان جایگزین پیدا کردن برای نفت و گاز روسیه به خصوص برای اروپا به شدت دشوار خواهد بود. خیلی از کشورها الان دارن با ظرفیت کامل تولید نفت و گاز خودشون در بازار انرژی حضور دارن، اما هستن کشورهایی که از این امکان به شکل مشخص استفاده نکردن. مثلا یکی از نمونه های این کشورها مثلا جمهوری اسلامی است، مثلا کشور ونزوئلا است، مثلا لیبی است که حالا به خاطر جنگ داخلی قادر به صادرات کامل نفت خودش نیست. این شرایط خیلی خیلی مناسبی برای ایران، برای ونزوئلا و برای دیگر کشورهای تولید کننده نفت و گاز هست که بتونن از این امکان استفاده بکنن برای اینکه سهم بیشتری رو در بازارهای انرژی به خودشون اختصاص بدن. چون ما میدونیم هر کشوری که از بازار انرژی و چرخه تامین انرژی در جهان خارج بشه، بازگشتش دشوار خواهد بود و جمهوری اسلامی امکان رو داره. ما فراموش نکنیم شرکت توتال و حتی شرکت ملی نفت چین یه زمانی آمادگی این رو داشتن که در پارس جنوبی سرمایه‌گذاری بکنن، ولی به خاطر تحریم‌ها عقب‌نشینی کردن. الان شرایط خیلی مناسبیه برای اینکه بتونن یه همچین نقشی رو به عهده بگیرن. آقای علوی، حضور روسیه در بازار نفت و گاز جهانی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و کم اثر کردن یا کم رنگ کردن تحریم‌هایی که اعمال شده بر این کشور؟ درود بر شما و همچنین آقای فاروقی. باید گفت که خب نقش روسیه در تولید نفت، گاز و حتی زغال سنگ قابل انکار نیست. کشوری است که بین 10 تا 11 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکنه و وابستگی گاز اروپا به این کشور بین 30-40% تخمین زده میشه. برخی از کشورها مثل آلمان وابستگیش به این واردات انرژی به خصوص گاز بسیار زیاده. بنابراین نمیشه انکار کرد که این وابستگی تأثیر داره در تصمیم گیری سیاسی این کشورها در مقابله با روسیه، کما اینکه خودشون هم این اقرار رو دارند. اما باید توجه داشت که این وابستگی یک شبه به وجود نیامده و یک شبه هم از بین نمیره و البته در چارچوب سیاست‌های روسیه این یک برنامه بلند مدتی بوده که به اصطلاح کشورهای اروپایی و به طور کلی غرب رو وابسته به خودش بکنه، جنبه‌های گوناگون بخصوص انرژی، تا اینکه بتونه در تصمیم گیری اونها مؤثر باشه. و بنابراین مسئله صادرات گاز و نفت و انرژی های فسیلی به این کشورها تنها جنبه اقتصادی نداشته، کما اینکه این خط لوله‌ای که قرار بود کشیده بشه و الان اروپا بیدار شده میتونه ضربات محکمتری رو بزنه به اروپا در صورت اینکه این خط لوله به انجام میرسید و میتونست به هر حال اروپایی‌ها رو بیشتر وابسته بکنه. در کوتاه مدت البته نمیشه انکار کرد که این وابستگی وجود داره و اروپا دارای صدماتی میشه، منتها اروپا هم به نوبه خودش از سالهای گذشته، شاید 3 دهه قبل، در مسیر متنوع کردن منابع انرژی بوده و به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، ولی تا الان موفق نبوده. ولی در بلند مدت به نظر میرسه تا 2030 خودشون برنامه ریزی کردن که این وابستگی رو کمتر بکنن. آقای فاروقی، همین موضوع متغیر بودن میزان وابستگی کشورها به نفت و گاز روسیه در کنار خواسته‌ای که بایدن و زلنسکی اعلام کردن، اگر بخوایم نگاه بکنیم چقدر اروپا همراه هست با این خواسته، به این معنا که آیا آمادگی قطع وابستگی به نفت و گاز روسیه رو داره یا فقط تحت فشار بایدن و زلنسکی این تصمیم ممکنه گرفته بشه؟ ببینید، باید بین تمایل و آمادگی تفاوت قائل شد. به باور من، همچون که آقای علوی هم به درستی کلمه بیداری رو به کار برد، اروپا بیدار شد.
شما ببینید میزان وابستگی آلمان به گاز روسیه چیز حدود 50% بود. اگر پروژه نورد استریم 2 اجرا میشد، میزان وابستگی آلمان به گاز روسیه به 75% میرسید. الان بیدار شدن، متوجه شدن که روسیه شریک قابل اعتمادی برای تامین انرژی نیست و تمام تلاششون رو دارن میکنن که از این میزان وابستگی بکاهند. الان شما توجه داشته باشید آلمان مثلا برنامه رو ریخته برای استفاده از گاز مایه. خب این کشور امکان استفاده از گاز مایه رو آنگونه که باید و شاید نداره، ولی خب اگر بخوان این کارو بکنن باید ترمینال های لازمش رو فراهم بکنن. امریکا 5 تا 7 سال طول میکشه. آلمان امروز اعلام کرده که میخواد این رو تا سال 2024 اجرایی بکنه و اگر بتونن این کارو بکنن خب خود به خود تونستن گزینه خیلی مناسبه برای گاز روسیه پیدا بکنم. از این بابت اگه بخوام سوال شما رو دقیق پاسخ داده باشم، اروپا آمادگیش رو در حال حاضر نداره، تمایلش رو داره، چون بیدار شده که روسیه میتونه از این قضیه به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده کنه علیه غرب. آقای علوی، به طور کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم تا این لحظه تأثیر تحریم‌های جهانی روی روسیه چطور بوده، هم به لحاظ اقتصادی حالا اگر بخوایم بهش نگاه کنیم و بعد در بعد سیاسی؟ خب از اون اطلاعاتی که منتشر شده، چون ما می‌دونیم که اطلاعاتی که از سوریه از خود روسیه منتشر میشه چندان قابل اعتماد نیست، و اگر منابع متنوع و همچنین مستقلی رو در نظر بگیریم و اونها رو مد نظر قرار بدیم، باز بنا به اطلاعاتی که منتشر شده از سوی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 10% و حتی تا 15% کاهش پیدا کرده. این به این معنی است که اندازه اقتصاد این کشور 15% کوچیک‌تر شده. سال آینده باز بنا به تخمین حدود 3% از اون کاسته خواهد شد، و این به این معناست که به هر حال ظرفیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی این کشور به همین اندازه یا حتی بیشتر کاهش پیدا می‌کنه و باید انتظار داشت که میزان بیکاری افزایش پیدا کنه، رکود این کشور عمیق‌تر بشه، و این رکود البته باید برش افزود که این کشور دارای رونق چشمگیری نبوده که در این 10 سال، و این رونق البته به مدد راند صادرات گاز و نفت و زغال سنگ بوده، بنابراین بسیار ضربه پذیره. اما به نظر میاد که اروپا هنوز تصمیم اساسیش رو نگرفته. اگر اروپا بپذیرد هزینه های بیشتری رو برای محدود کردن روسیه، طبیعی است که این اقتصاد شکننده تر از اون چیزی است که به نظر میاد، کما اینکه حملات نظامی یا فرضاً اون رویایی رو که پوتین داشت محقق نشد، اقتصاد این کشور هم قادر نیست که در مقابل تحریم ها دوام بیاره، به خاطر اینکه این اقتصاد یه اقتصاد سنتی متمرکز است روی صنایع نظامی سنتی، کشاورزی و فرزند زغال سنگ یا اموری از این قبیل. بنابراین اروپا می تواند ضربات بیشتری رو به این اقتصاد بزند. خیلی کوتاه آقای فاروقی، در ادامه همین بس، آیا نشانه‌ای وجود داره که بشه دید سیاست روسیه در قبال تهاجم نظامی که به اوکراین داشته در برابر این تحریم ها تغییر کرده باشه؟ تحریم ها تاثیر کوتاه مدت زیادی از خودشون نمیتونن نشون بدن. آن چیزی که الان افزایش پیدا کرده به باور من که میتونه تاثیر بگذاره توی سیاست های نظامی روسیه، مقاومتی است که در داخل خود روسیه میتونه شکل بگیره، و مقاومتی که در اوکراین اتفاق افتاد و برنامه های نظامی روسیه رو دچار یک آسیب جدی کرد. یعنی بیشتر میشه گفت که روسیه در حال حاضر به لحاظ نظامی متحمل یک شکست و یک باخت سیاسیه تا از نظر اقتصادی، ولی مسائل اقتصادی در آینده نزدیک میتونه آسیب خیلی جدی هم به خود دولت پوتین و روسیه بزنه و در این موضوع تردید به نظر من وجود نداره. بسیار سپاسگزارم از توضیحات هر دو میهمان برنامه، جمشید فاروقی روزنامه‌نگار از کلن و احمد علوی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم.